بذار داداش. خب ببه باید چی میشد؟ قرمز باید چی؟ 6 تا قرمز. آها پس اون موقع داداش رسا داداش منم تموم شدم. نه بابا خوب دقت کن فکر نکنم. نه بیا ببین. وای 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 اینجا رو ببین داداش دست مریضات. ما بردیم آقایون. نه برنده شد که این چجوری تمومش کن رضا سرمار شیره مالی ها ما که نه این نسل رو هم زدیم. باز کن ببین دیگه باز کن باز کن پسر مگه نمیبینی از هر موره ای که جمع کرده حواست نیست دست خودتو نگاه کن. همون اولش معلوم بود که این کاره نمیخواد با هم دعوا کنین آقایون ایشون خیلی خوب بازی کرده. ممنون ممنون داداش. الان تو این بازی یه نقصی هست. حالا رو میزا جمعا 106 تا سنگ داریم. این معنیش اینه که به هر نفر 20-25 تا میرسه. حالا اگه هر کی 106 تا داشته باشه بازی قشنگتر میشه. یعنی اینجوری شمردنش خیلی راحت تره. یعنی چی؟ فهمیدم. آفرین به تو سمت. آقایون بازی نکنید. میخوام چیدمان میزا رو عوض کنیم. پاشید 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 پاشین. خواهش میکنم پاشین. بفرمایید. چرا دیر کردم؟ حالا دیگه میرسم. امیدوارم. صدای شکم تو بود؟ خب چی کار کنم گرسنم شده. صدای شکم تو که خیلی بدتر بود. دیگه گشنمون شد. ببین میگم حالا که مامان بابام نمیان غذایی که درست کردی خودمون بخوریم. آره به خدا بخوریم وگرنه از گشنگی همینجا تلف میشیم. خب پس برو سفره رو آماده کن و غذا رو بکش با هم میخوریم. بودو برو. من چرا انجام بدم؟ بابا فقط دوتا بشقاب غذا میکشی یا چقدر غر زدی؟ باشه بابا خودم انجام میدم. نه خیر نمیشه. چرا؟ با هم دیگه انجامش میدیم. هرچی بگم باز ایراد میگیره. ای کاش اینو نمی آوردی. این توش سرکه داره. تو از کجا میدونی من سرکه دوست ندارم؟ جانان که درست میکرد دیدم. اونجوری یادت مونده؟ معلومه که یادم میمونه. کرم اخلاقای عجیب و غریب داری. آقا من تو سالادم سرکه نمیریزم. آقا کسی از لیوان من آب نخوره. آه به قهوه من دست نزنی. همه اخلاقیاتت عجیب غریبه. طبیعیه که یادم میمونه. باشه آره قبول دارم. یکم اینجوریام. فقط یکم. باشه زیاد. اما تو هم داری یا؟ منم دارم. چه رفتارهایی دارم؟ حالا میگم مثلا دیدی پیدا نکردی چون ندارم پیدا نکردی. صبر کن پیدا میکنم. مثلا شب که بیدار میشی آب بخوری نمیدونم دم صبح یا ساعت چنده خیلی سر صدا میکنی خیلی. وای کرم به خاطر تو دیگه جرأت اینم ندارم شب و پاشم آب بخورم. هر موقع بیدار میشم میبینم آبو تموم کردی. نتونستم بهت بفهمونم که برای خودت آب بیاری. من چقدر آدم کثیفیم. خیلی خوب بابا میدونم یکم بزرگش کردم. چی؟ چی؟ وایسا وایسا باید تو تاریخ ثبت بشه. عایشه خانم قبول کردن که بزرگش کردن. عجب روزیه. بخور بخور سرد میشه. عالی شده. دست درد نکنه. نوشه جونت. کاش هر روزمون اینجوری بود. امیدوارم ولکان زود نرسه. انداختی خیر. انداختی؟ این هستی. زود باش بابا چون بچون بنداز بابا چون بنداز. آی
تو که هنوز مهرتو ننداختی. اونو از کجا فهمیدی سلطان؟ گفتم که میشمریم. زود باش مرد بردار و سر پا نگه ندار، کمرم درد میکنه. زود باشید آقایون، ایست نکنین، ایست ممنوع. ببینین بیچاره بارداره، بفرمایین. خواهش میکنم بفرمایین. اونم به دردت خورد. بابا ایوان چیزایی اینم کمیل شد. آفرین بابا، آفرین. باشه تمرکز منو به هم نریز. زود باش بازی کن ببینم. انداختی؟ ها؟ وای هولیا، آی الان سوئیس خیلی قشنگ میشه مگه نه؟ میگم تو من عروس و مادر شوهر بریم سوئیس، ما هم دیگه تنهایی بریم مسافرن. ها بذارید من برم براتون کلونی بیارم. وای خاک بر سرم، این دختره فوقش 25 سالش باشه. یلدا خانم ببین، به نظرم تو اینو طلاق بده. به خدا راست میگم، همه چی هم ازش بگی، بذار واسه پاس بشه، حالش بیاد سرش. نازنین ساکت شو، زنه رو تحریک نکن. چیه مامان؟ ای بابا اینجوری حرصش هم میخوابه. از اون ورم کرم هم از مامانش هم از باباش 3/4 سهمشو میگیره که نصف عایش هم میشه. وای نازنین وای، پس اگه فردا پس فردا بخوای جداشی بچه‌مون ازمون میگیری ها؟ ها آره مامان، وقتی به این چیزا فکر کن که پول داشته باشی. من چیو میخوام بگیرم؟ جلوی هر کدوم یه لباسی راشو. من میشه تو همیشه اینجا بمونی، هیچ وقت نرو. فردا یادت میره چی گفتی. کرم خیلی دیر شد، به ولکان یه زنگ بزن. اینا رو جمع کنیم بعدش زنگ بزن. باشه من جمع میکنم، تو برو زنگ بزن ببین کجا موندن. باشه باشه. داداش تو کجایی؟ خیلی دیر کردی. چند ساعت اینجا دارم میچرخم، فکر کنم گم شدم. باشه تو بگو کجایی، من بهت بگم از کجا بیای. چی شده؟ بیچاره اینجا رو پیدا نکرده، داره میگه کجایی. خط نمیده. داداش صدات خیلی کم میاد، انگار خط آنتن نمیده. الو صدامو میشنوی؟ ولکان الو. باشه من الان برات لوکیشن میفرستم. باشه داداش. به نظرت باور کرد؟ معلومه که باور کرد. معلوم نیست کجاست، اصلا خط نداره. وای کرم حالا چی میشه؟ یعنی اینجا موندگار شدی؟ نه مشکلی نیست، الان براش لوکیشن میفرستم، یه جوری پیدا میکنه دیگه. کرم میگم اون موقع که بابا محسن و یلدا خانم اینجا گیر میکنن چی شده بود؟ خب اینجوری شد که صبح که میشه اموراسیم میاد، یهو میبینه دوتاشون همدیگه رو بغل کردن و مامانم حلقه دستشه. متوجه شدم. خب الان ولکان میرسه، ما هم زود از اینجا میریم، راحت میشیم. آره آره بذار پیام بدم که زودتر بیاد. قنچه دختره اومدی، اینو خاموش کن، اصلا حرف نزن، چراغارم خاموش کنیم، حتی نفسم نکشین لطفا، بیچاره میشیم بیچاره. قنچه چی کار میکنی؟ ولکان خونه نیست؟ این راستش میخواستم قبل از اومدن زنگ بزنم، بعدش گفتم آخه چه لزومی داره، به هر حال شوهر آیندانه دیگه. ولکان عزیزم یواش نکنه، تو فکر کردی این پسر صاحب نداره و میخوای قاپش بزنی ها؟ ببخشید نداریم. این وقت شب میای دم خونه این پسر رو بهش تجاوز میکنی. به نظرت من این اجازه رو بهت میدم؟ گفت تجاوز میکنم؟ ها انگار نمیدونی که خاله یلدا گفته منو انتخاب کردی. اون تو رو انتخاب نکرده، اون حتی یه جورابم نمیتونه واسه خودش انتخاب کنه. روشن شد؟ ببین عزیزم دست و پاتو جمع کن، وگرنه مجبورم خودم دست و پاتو جمع کنم. ولکن میشه یه چیزی بهش بگی؟ هر چی قنچه میگه همونه. خب بذار من بهت بگم. ببین عزیزم این پسر مال منه، من چیزیو که مال من باشه با کسی تقسیم نمی کنم، هر کیم بخواد تقسیم کنه انگشتاشو میشکنم. متوجه شدی؟ یا میخوای واضح تر برات توضیح بدم؟ وحشی
رفتش. حالا ما با هم چیز شدیم؟ یعنی معشوقه شدیم؟ ببین، البته معشوقه شدن با من زیاد کار راحتی نیست. باشه، ببین، تا حالا کسی تا این حد هوای منو نداشته، برای همین من هستم. ببین، میشه دوباره بگی این پسر مال منه؟ بازی. واقعا آفرین به تو داداش سمت. ببین یه چیزی بهت بگم، اگه این شکمت نبود تو رو افتخار بزرگ اعلام میکردم. ممنون، شما لطف داری. رضا اومدی؟ آره نظمی اومدیم. نظمی داداش سمت امروز تو قهوه خونه دومینویی بازی کرد که باید میدیدی. اگه نمیگفتی بهتر. خیلی میبخشی داداشی، یه لحظه یادم رفت. سمت تو نرفتی سر کار؟ حالیا خب داشتم میرفتم، اما تو برای اینکه با این شکمت نری سر کار خودت تو قهوه خونه قایم کردی. سمت تو فروت اینجوری میخوای بابا بشی؟ ای بابا حالیا، از اینکه کل روز درش نیاوردم چیزی نمیگه، از اینکه چرا نرفتم سر کار ایراد میگیری. بسه دیگه بابا، بسه، اصلا میخوام درش بیارم. باز شو بیا. من پدرم، بذار کارهای پدریمو بکنم. اینجوری که نمیشه، من مردم، خشنم، قویم، بوغازلیانیم. یکم بعد اونا میرن سمت، ما با هم تنها میمونیم، میدونی که؟ آه میدونم. مرد به این مظلومیو ببین چی کارش کردی. برو بریم خونه، سیستم خونهشون رو به هم نزنیم. صبح بهش میخندیدی، چی شد؟ اون فرق داره. دختر تو چقدر شوخ. دختر خوده نکن شده. جیلدو تو گریه کردی؟ من به جد گریه میکنم، تو گریه نکن. نه سمت جون، نه سمت جون، من صورتم رو شد فکر میکنه گریه کردم. مامان بریم دیگه. وای من خواهش میکنم نرو، به خدا بدتر میشم، من میمیرم، خواهش میکنم نرو. لطفاً مل دیگه کیه؟ مل منم. کرم امشب اینجا چی کار کنیم؟ حسلم سر رفت. دقیقا منم همینطور، از بس گوشی رو نگاه کردم چشام چپ شد. مردم قدیما چی کار میکردن؟ چه میدونم، مثلا وقتی کوچیک بودیم مامان بزرگم برامون قصه تعریف میکرد، بازی میکردیم، خوش میگذروندیم. چی شد؟ چیه؟ وایسه پیداش کردم. چی؟ خب گفتی بازی؟ تو جدی میگی؟ میخوای بطری بازی کنیم؟ آره چیه مگه؟ میخوای چشم بذاری؟ خب اگه پیشنهاد بهتری داری تو بگو انجام بدی. نه اما حالا اگه بگم جرأت، تو چیزای عجیب غریب از من میخوای. مثلا مثل چی؟ ازت بخوام منو ببوسی؟ حالا دیدی آقا کرم این چرت و پرتا چیه؟ از همین اول نشون دادی قصدت چیه. دختر مگه من بچه‌م ازت از این چیزا رو بخوام؟ در ضمن مگه من میخواستم که از خیلی وقت پیش. این یعنی چی؟ اگه میخواستی چی؟ چیزی نیست بابا، چیزی نیست. سود باش بازی کنیم دیگه، بیا. خب من اول شروع میکنم. خانم مقدمه؟ بله همیشه. آها باشه، بپرس ببینم. حقیقت یا جرأت؟ معلومه که حقیقت. معلومه. اولین بار عاشق کی شدی و چطور؟ باشه بهت میگم، اما بدون که به یکی از رازان پی میبری. خب هدف این بازی هم همینه. اولین بچه‌ای که من عاشق شدم کسی بود که برای اولین بار منو بوسید. من؟ کرم دارم میگم بچه. آها ای دروغگو، تو که گفتی اولین بار من بوسیدمت. ها؟ اون همه به هم عذاب وجدان دادی. کرم اونجوری که فکر میکنی نیست. اوف ببین، من اون موقع 5-6 سالم بود، با مامانم اینا رفته بودیم عروسی. هیچ وقت یادم نمیره، یه لباس صورتی خیلی خوشگلی پوشیده بودم،
مامانم موهامو بافته بود. به هر حال رفتیم عروسی. این بچه‌ها هستن که تو عروسی تو دست و پای همه میپلکن، همه را ماسی میکنن. یکی از اون بچه‌ها من بودم. میدویدم اینور میدویدم اونور، خلاصه موقع دویدن یهو دیدم تو دست یکی از پسرای قو هست. یه قویی که با کاغذ درست شده بود. بچه یه کت شلوار خیلی خوشگل تنش بود، یه پاپیون بسته بود، موهاش هم شونه کرده بود. یادم رنگ موهاش خیلی خوشگل بود. به هر حال گیر دادم که من اون قو رو میخوام. رفتم به پسر گیر دادم، اون قو رو بده به من. پسرم گفت باشه. گفت فقط یه شرط داره. به یه شرط این قو رو بهت میدم. خب باید چشماتو ببندی. منم که ساده بودم دیگه، چشمامو بستم. مشتمو باز کردم و منتظر بودم. هنوز منتظر بودم. یهو دیدم بچه منو بوسید. منم احتمالاً چون تعجب کردم و شوکه شده بودم یه مدت چشام بسته بود. بعدش یکم دیگه منتظر موندم و چشامو باز کردم. دستمو دیدم. تو دستم نه قوی بود نه پسر پیشم بود. آی کرم اونجوری نگام نکن، داستان دراماتیک که تعریف نکردم. اصلا به نظر خودم یکی از قشنگترین خاطره های زندگیم بود. خب همین دیگه، اولین عشقم کسی بود که بار اول منو بوسید. خب شروع کن، نوبت توه، بچرخون. زود باش دیگه. آی کرم برقا رفت. دارم میبینم. خیلی خوب، آروم باش. کرم صدای شغال میاد، چرا نگاه میکنی؟ به ولکان زنگ بزن. به ولکان زنگ بزن دیگه، من اینا رو روشن میکنم. خط نمیده. چی؟ چند لحظه پیش که آنتن میداد. اون موقع هم خوب آنتن نمیداد، الان هم اصلا آنتن نمیده. خب چی کار کنیم؟ تو هم اینجا بگی بخواب، منم روی صندلی میشینم. نمیشه کرم، نرو، به خدا میترسم. همینجا بشین، میشه با هم بخوابیم؟ باش. ببین تا برق نیومده نباید بخوابی، فهمیدی؟ تو هم ترسو از آب در اومدی. پاشو مبلو باز کنیم، آمادش کنیم. باش. پاشو. کرم کجایی؟ کرم چی شده عایشه؟ چی شده حالت خوبه؟ چی شده؟ چرا داد زدی؟ ترسیدم تو رو ندیدم، ترسیدم. باشه نترس، آروم باش، تو ماشین بودم. نه به خاطر خودم نترسیدم، فکر کردم بلای سرت اومده. به خاطر من. معلومه که همینطور عایشه، من نمیتونم غیر از این فکر کنم. کرم جدی دارم میگم، به خدا نگران تو شدم، ترسیدم، از بیرونم که صدای حیوان میومد. باشه باشه حتما همینطور. خب آدم یه خبر میده بعد میره. خب آقا داشتی خور و پف میکردی، منم دلم نیومد بیدارت کنم. وا من که خور و پف نمیکنم. باشه حرفمو پس میگیرم، عینه پرنسس خوابیده بودی. باشه الان که بهتری، من برم تو ماشین. وا کرم تو چرا؟ خب میری تو ماشین، بیا همینجا بگیر بخواب دیگه. در زم تو ماشین کمرت خوش میشه، فردا کلی غر میزنی، بعد مخمو میخوری. بیا همینجا بخواب، با هم میخوابیم. بیا بیا. خیلی خوب.
بیا زیر پتو، بیا ببینم. خیلی خوب، حالا چی کار میکنن؟ همینجا همدیگر رو ببینن. خب، همدیگر رو ببینن. اوه، خوش اومدید، خوش اومدید خانواده عزیز من. آی به خدا مردیم، خدای خیلی خسته شدیم، لباسمونو در بیاریم استراحت کنیم. لباسمونو در بیاریم بریم بخوابیم. ببینم چی کار کردین. بازی کردیم. با اینا بازی کردی؟ آره با هم بازی کردیم. این چیه دیگه؟ خیر باشه مامان، چیه این وقت شب؟ یلدا نوشته کجایی؟ این زنه چه گیری به هم داده؟ ملم نوشته؟ مل؟ مل چیه؟ عروس منو ببین، اینقدر نخند، تا شب از غصه هلاک شدیم، خستم، برین بگیریم بخوابیم دیگه. باشه بریم، شبتون بخیر. یه دقیقه قبل رفتنتون یه چیزی باید بگم. فردا شب فیضا شام میاد اینجا، دیگه یه چیز خوب بپزید باشه؟ ضمناً شاید شب همینجا خوابید. یعنی چی؟ چی میگی پسر؟ دختر مجرد، زشته. وا چرا زشته ای بابا؟ خب دوست داره از نزدیک شما رو بشناسه چون خیلی خوشش اومده. در ضمن میدونید به منم خیلی اعتماد داره. رضا ببین به خدا من داره یه چیزی میشه. چیزیت نمیشه. خب شبتون بخیر. شبتون بخیر. بذار بیاد. آره بیاد مامان. کردن راحت نبود. بعد از اون همه اتفاقا کلی سوال تو سرم مونده. ها؟ وای عجیبه. برای اولین بار تونستیم بدون اینکه بغل تو بغل بشیم بیدار شیم. آره اونم بدون وجود بالش وسطمون. آره صبح بخیر. محسن بای باز میگه محسن. یه دقیقه وایسا ببینم این از کجا میدونه ما بیدار شدیم؟ ما رو دید میزده؟ عمو راستیم جون بفرما تو، در بازه. صبح قشنگتون بخیر. صبحتون بخیر. هر قرم که دستت کردی مبارک باشه. امیدوارم کنار هم دیگه عمر طولانی همراه با بچه های قدیمی قد داشته باشیم. ممنون عمو راسیم جون. تعمیر کارو بردم، داره ماشین رو تعمیر میکنه. بچه ها هر موقع خواستی میتونی بریم. تا ساعت 1 میرسیم، مگه نه آخه باید یه جایی بریم. خیلی خوب پاشین آماده شین، منم باید برم به حیوانا غذا بدم. پاشین بجومی. کرم بریم، تعمیرکار کارش تموم شده. یادم رفت بگم جیدا هم قراره بیاد، قبول کرده شهادت بده. چی؟ تو چی داری میگی کرم؟ تو از جیدا اینو خواستی؟ آره میخواستم کارمون را بیفته دیگه، اونم که از خدا خواسته. کرم باورم نمیشه تو هنوز داری با جیدا حرف میزنی. بابا شما مردا واقعا ابلهید.
دختره برای جدا کردن ما هر کاری تونست کرد. اون وقت رفتی با جیدا حرف زدی؟ میشه آروم باشی؟ یادمه با همون چی کار کرده. خیلی هم خوب یادمه. اما همشو نمیدونی. عایشه، مگه ما نمیخوایم جدا بشیم؟ حرف زدم چون خواستم کارا سریع پیش بره. دلیل دیگه ای هم نداره. فکر کردی بعد از اون کاراش دوباره باهاش صمیمی میشن؟ البته فعلا. چی؟ واقعا این حرف خودت باور داری؟ یعنی فکر میکنی من اینقدر احمقم؟ جیدا بعد از اون همه کارهایی که با همون کرد میتونه دوباره تو زندگی من جایی داشته باشه؟ تو اعصاب من خورد کردی. منم از حرص تو رفتم باهاش حرف زدم. چرن نگو. اینو دیگه باید از خودت پرسید کرم جون. این تویی که همین که با هم دعوامون شد رفتی به جیدا گفتی بیاد شهادت بده. بابا واقعا متوجه نمیشم تو چطوری میری با جیدا حرف میزنی. میدونی چیه؟ تو غیر قابل اعتماد ترین آدمی هستی که میشناسم. تو هم قرقرو ترین زنی هستی که من تا حالا تو زندگی میشناسم. یه روز عین فرشته، یه روزم عین شیطانی. دیوونم کردی بابا. تو منو دیوونه کردی. آره تو منو دیوونه کردی، چون تو خیلی خودخواهی. به جز خودت به هیچ کس دیگه ای فکر نمیکنی. فکر نمیکنی کاری که میکنی طرفتو ناراحت میکنه، طرفتو عصبانی میکنه یا نه. اصلا به طرف مقابلت فکر نمیکنی. برات مهم نیست دلش میشکنه یا نه کرم. دیگه حرفی نمیزنم. آره حرف نزن. نه حرف نزن، واقعا حرف نزن. با هوا حرف میزنم. چه خبر؟ تموم شد؟ داره تموم میشه دلتش. اوی صبح بخیر. صبح بخیر. وای بچه ها، من خیلی گیج میزنم، نمیتونم به خودم بیام. آبجوی انده بعد از اون همه آرام بخشو که خوردی بیدار شدنت یه معجزه است. آخه داشتم محسن رو تو خواب میدیدم. گرچه محسن دیگه برای من خواب نیست، کابوسه. از این به بعد برام مثل کابوسه. ببین چی برات درست کردم. آی ممنون صمد، دست درد نکنه. صمد زنت بارداره، یه بارم برام از این بشقابا آماده نکردی. بابا هولیا. چی هولیا؟ بگذری، هیچی نمیکم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. شما کجایین؟ نه جدی بعد از اون همه حرفی که زدی کجا غیبت زد کردم؟ خیلی اتفاقی یه کار پیش اومد برای همین. پس شما از جریانه یه اینجا خبر ندارید؟ باز چی شده؟ مامان تو اون همه به من قول داده بودی، چرا نرفتی سر قرار؟ اونو ولش کن، من بعدا توضیح میدم. در اصل شما چتون شده؟ این چه قیافه یخ کردین؟ چیزی نیست، ما خیلی خوبی، مگه نه عزیزم؟ آره منم خیلی خوبم. به هر حال بالاخره معلوم میشه. بیایید صبونتون رو بخورید. نه ما نمیخوریم، خیلی کار داریم، باید بریم. نوش جونتون. نوش جونتون. ممنون. آبجوی هلده چرا نذاشتی عکس رو نشونش بدم؟ وای هولیا محض رضای خدا چرم نگو، بچم موهاش میریزه، میخوام آروم آروم بهش بگم. آره حق با اونه، کرم بچم که بود موهاش میریخ. نازمیه اون چیه اول صبحی چت شده؟ اون چیه؟ سیب زمینی؟ رضا فقط یه چیز بهت میگم، اگه اون دختر عروس این خونه بشه و بره خونه جدا بگیره منم. نازمیه چرا اول صبحی اعصاب آدمو به هم میریسی؟ بذار خورد بشه، همین که گفتم بدونی، یا این دختر عروس این خونه نمیشه، یا به نوبت از مادرت مواظبت میکنیم، یا اینکه ارکوتو از این کار منصرفش میکنیم و یکی دیگر پیدا میکنیم. همین که گفتم. حداقل سیب زمینی ها رو در می آوردی. خدایا خودت بهم صبر بده.
آماده ای؟ من آمادم، تو چی؟ منم آمادم. پس بریم. بالاخره وقتش شد. چه وضعیه؟ کاش لباس بهتر میپوشید. دیشب خیلی بد خوابیدم، خیلی طولانی بود. با زور خودم رسوندم. کم مونده بود خواب بمونم. چی شد؟ بچه‌ها نرسیدن؟ نه، حتما میان. اما دیگه باید برسن. شاید منصرف شدن. یعنی چی؟ یعنی چی منصرف شدن؟ چرا باید منصرف بشن عزیزم؟ به نظر من که مصمم بودن. نه. معلوم نیست. ها، دیدی اومدن؟ سلام، چه خبر؟ سلام. دیدا چطوری؟ اوه، داداش ولکان چطوری؟ خوبم، تو چطوری عیشه؟ خوبم. خب بریم کارو تموم کنیم. شما یه نمور خوشحال به نظر میانه، اصلا استرس ندارین؟ داریم میریم دادگاه. چرا استرس داشته باشیم؟ ولکان، رسیدیم، میریم تو دادگاه، میگیم تفاهم نداریم، نتونستیم به تفاهم برسیم، جدا میشیم. انگار خواب بودیم و بیدار شدیم. دقیقا انگار خواب بودیم و بیدار شدیم. درسته. خیلی خواب باشه. میتونید بشینید. شاکی ها حضور دارن؟ بله خانم قاضی. شاهد ها و وکلا؟ همه شاهد ها اینجا هستن و من هم وکالت هر دو طرف رو به عهده دارم. جلسه رو شروع میکنیم. در شکایت عدم امکان سازش نوشته شده. اول به صحبت‌های شاکی‌ها و بعد به صحبت‌های شاهدها گوش میدم. خانم عایشه ایگیتلر. من برم اونجا؟ همونجا میتونید صحبت کنید، بفرمایید. خانم قاضی، ما تو دو تا خانواده با فرهنگ و سطح طبقاتی مختلف بزرگ شدیم. اوایل فکر میکردیم که این مشکلی ایجاد نمی‌کنه، اما بعدش به مرور دعواهامون شروع شد. من میخوام طلاق بگیرم. بله، میتونید بشینید. آقای کرم ایگیتلر. ما خیلی دعوا میکنیم. این خیلی ما رو ناراحت میکنه. این وضع هم تو کارم، هم تو ارتباطم با خانوادم مشکل ایجاد کرده. فکر میکنم دیگه نمیتونیم کنار هم به زندگی ادامه بدیم. اعتقادم اینه که نمیتونیم بیشتر از این در کنار هم دیگه زندگی کنیم. بله، میتونید بشینید. شاهد ولکان چکرک، گوشم با شماست؟ آه چیز کنم دیگه. پسرم، اینجا مگه پارکه؟ گفتم که خب اینجا سریع تر میام دیگه، منتظرتون نظرم. بفرمایید. من و کرم از دوره مهد کودک با هم دوستیم، یعنی هر روز با همیم. همه چیه کرم رو میدونم. میخواد طلاق بگیره. نه. خیلی خوب، میتونی بشینی. آه ببخشید. شاهد جید آران، گوشم با شماست. عایشه و کرم درسته که عاشقانه با هم ازدواج کردن، اما متاسفانه دنیاهاشون خیلی با هم فرق داره. از همون اولش هم مشخص بود که عایشه نمیتونه خودشو با زندگی کرم وفق بده. البته تعجبی هم نداشت که کرم هم نتونست همین کارو انجام بده. به همین دلیل من بارها شاهد بودم که هم تو خونه هم تو شرکت دعواهای شدیدی با هم میکردن. من به عنوان دوستشون واقعا از این جریان خیلی ناراحت بودم. فکر میکنم این جدایی برای هر دوتاشون خیلی بهتر باشه. بله، میتونید بشینید. رأی دادگاه.
باشه بهت میگم، اما بدون که به یکی از رازان پی میبری. این بچه ها هستن که تو عروسی تو دست و پای همه میپلکن. یکی از اون بچه ها من بودم. میدویدم اینور میدویدم اونور. خلاصه موقع دویدن یهو دیدم تو دست یکی از پسرای قو هست. یه قویی که با کاغذ درست شده بود. بچه یه کت شلوار خیلی خوشگل تنش بود، یه پاپیون بسته بود، موهاشم شونه کرده بود. یادم رنگ موهاش خیلی خوشگل بود. به هر حال گیر دادم که من اون قو رو میخوام. رفتم به پسر گیر دادم، اون قو رو بده به من. پسرم گفت باشه. گفت فقط یه شرط داره. به یه شرط این قو رو بهت میدم. خب باید چشماتو ببندی. منم که ساده بودم دیگه، چشمامو بستم. مشتمو باز کردم و منتظر بودم. هنوز منتظر بودم. یهو دیدم بچه منو بوسید. منم احتمالاً چون تعجب کردم و شوکه شده بودم، یه مدت چشام بسته بود. بعدش یکم دیگه منتظر موندم و چشمو باز کردم. تو دستم نه قوی بود، نه پسر پیشم بود. میشه اینو بدی به من؟ باشه، اما اول باید چشاتو ببندی. یا اولین عشقم کسی بود که بار اول منو بوسید.